سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدیم به جلسه 11 از پکیج دیاگرام و اینکه جلسه خیلی مهمی داریم و حتما حتما ویدیو رو تا آخر نگاه بکنید. مرسی از نگاهتون و لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره و بریم سراغ آموزش هرچه سریعتر. خب بچه ها، رسیدیم به جلسه خیلی خیلی مهم و جلسه ای که داخل کاراتون خیلی میتونه تاثیر بذاره و در واقع دیاگراماتون رو یکم داخلش خلاقیت میاره و یکم متفاوت میکنه نسبت به دیاگرامای دیگه. این دیاگرام بیشتر برمیگرده به دیاگرامای در واقع متنی، یعنی با متن شما نشون میدید که حجمتون به چه شکله و فضاها به چه شکله. مثلا من چند تا حالا بهتون نمونه نشون میدم. ببینید داخل خب کانال یوتیوبمون ما خیلی جلسات مختلف تا الان ضبط کردیم. مثلا یکی از جلسات ما پیکتوگرام بود. این پیکتوگرام یعنی این جلسه، اگه ندیدید حتما نگاه بکنید. مثلا پیکتوگرام اومدیم با شکل، با یه سری اشکال مختلف اومدیم مثلا کاربری اون فضا رو نشون دادیم، خب و خیلی خوب داخل کارمون تأثیر میذاشت. الان میخوام یه سری با نوشته های مختلفی این کار انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی ببینید اینا یه سری اینجا من چند تا رو دانلود کردم از پینترست. ببینید فقط با نوشته و حجم اومده آقا اون حجم کلیش و اون فضا رو تقسیم بندی کرده. ببینید مثلا اینجا، مثلا این نگاه بکنید، این حجم کلیش به این شکله. خب مثلا میخوره مثلا یه فضای مثلا موزهی جایی باشه. خب مثلا ببینید الان این حالت پروانه شکل اینجا میبینید، فضاهاش اومده فقط داخلش، داخل مثلا نما، مثلا نمای ساختمونش یا برش ساختمونش اومده فقط نوشته که یه پرزانته متفاوتی داشته باشه. مثلا ببینید اینجا رو با چند تا مکعب ساده اومده این کار انجام داده خیلی راحت. ببینید اینجا رو نه اومده دیوار بکشه اینجا فلان، اینجا مثلا سرویس بهداشتیه، مثلا رستوران یا حالا هر چیز دیگه ای. اومده فقط با یه سری نوشته، با متنهای مختلف، با فونتهای مختلف، با رنگهای مختلف نشون داده که کجا چه کاربری برای اون فضا داره و به نظر من خیلی خوبه و واقعا داخل کارتون خیلی تاثیر میذاره. و اینکه لازم اسکیل خاصی هم نیست، اصلا اسکیل هم نداره، هر اسکیلی که دوست دارید میتونید داشته باشید اینو. و ببینید خیلی راحت الان اومده اینجا این کار انجام داده و فقط خطوط افقی کشیده و حجم کلیش در برده و اومده نوشته ها رو داخلش نوشته. به نظر من خیلی کارو خوشگل میکنه. مثلا ببین اینجا رو فقط با چند تا نوشته. اینا دیاگرامایی که مثلا شما داخل مسابقات میتونی استفاده بکنی، داخل دفاتر معماری خیلی میتونید استفاده بکنی، داخل پورتفولیو فوق العاده میتونه تاثیر بذاره داخل کارتون. ناگهانی با چند تا، حالا کیفیتش یکم بده، با چند تا نوشته ساده اومده این کار انجام بده. ولی ما هم میخواییم یه سری مکان، خیلی جالبه به نظر من. ببینید مثلا با رنگ و با متن اومده این کار انجام داده. اینجا هم همینطور نها کنید، من کامل متوجه میشم حجمش به چه شکله، فضاها کجاست و دسترسی ها به چه شکله. به نظر من خیلی جذاب میتونه باشه و حتما داخل پینترست چیز کنی، سرچ بکنی، بزنی مثلا دیاگرام 2D، دیاگرام دو بودی، براتون خیلی میاره. و اینکه من یه حجمی رو انتخاب کردم که به این شکله، میخوام حالا رو این بیایم انجام بدیم. ببین این کار هم قبل از اینکه حجمتون کامل بشه، یعنی حجم مدل سایزتون کامل بشه، هم اون موقع میتونید بیاد انجام بدید. همین که مثل من الان مثلا حجم مدل سازی من مثلا این ساختمون بلنده برای ترم 3 ارشدمه که ساختمونم تموم شده، میخواستم بیام ازش دیاگرام تولید بکنم
که الان میخوایم با هم دیگه شروع بکنیم دیاگرام اینو تولید بکنیم که آقا با نوشته بیایم نشون بدیم آقا اینجا کجاست، اینجا چه کاربری داره، اینجا چه کاربری داره و اینجا چه کاربری. نمیخوایم پیکتوگرام یا در واقع نوشته های دیگه ای بزنیم، فقط با یه سری متن داخل داخل این فضا میتونیم این کارو بیایم انجام بدیم. مثلا اگه میخواید حالا این پروژه من یه سری دیاگرام ازش تولید کرده بودم، من اینو ببندم داخل این استگرام هم گذاشتم، این استگرام منه اینجا، همین سرچ کنید که محمد شالی 79 براتون میاره این استگرام منو و این هایلایت اول رو نگاه بکنید که ساختمون رو بلند نوشتم. خب اینجا اومدم کامل دیاگراما هر چیزی که مربوط به این پروژه بود و گذاشتم که خب بچه ها بیان استفاده بکنن. یه سری دیاگرام خیلی ساده، شما الان دیگه راحت اینا رو میتونید تولید بکنید به نظر من و خیلی راحته. این مثلا داخل ربیت اومدم دایره رو مدل کردم و فضاها همسایگی رو مشخص کردم و داخل فتوشاپ اومدم بهش رنگ دادم. حتما اگر وقت بشه همچین دیاگرامایی هم کار میکنیم. میبینید با همه چیزهای مختلف اینجا نوشتم. اگه میخواید کامل نگاه بکنید اینو با جزئیات میتونید بیاید داخل اینستا اینو نگاه بکنید. مثلا اینجا جالبه، مثلا یه فضا اینجا داشتیم، هی این فضا بزرگتر میشد و تبدیل به ساختمون بلند میشد و به نظرم خیلی کارو جذاب میکرد. این هم یه سری دیاگرام هایی بود که خودم تولید کرده بودم و نقشه های حتی به صورت نقشه های اجرایی هم حتی ماین درآورده بودیم و کامل قابل اجرا بود این ساختمون. و اگه دوست داشتید بیایید نگاه بکنید جزئیاتشو و استفاده بکنید. و اینکه همین، بریم سراغ آموزش و ببینیم به چه صورت. من دوتا اینجا پروژه‌ام برای پکیج آنریل انجین، ایشالله میخواییم آنریل انجین هم شروع بکنیم که اون پکیج اونم پیش ببریم و یه نرم افزار فوق‌العاده خوب و راحته که شما میتونید پروژهاتون رو در واقع با اون پرزانته کنید و در واقع خیلی چیز جذابی. حتما منتظر پکیج آنریل هم باشید. بریم این حجممون، این نمایی که از اینجا داریم وارد پروژه میکنیم. من براتون فایلش قرار میدم که میتونید ازش استفاده بکنید. ببینید خب این ساختمون بلندی که طراحی کرده بودیم ما، اینجاها فضاهای معمولا اداری بود. الان خب مهم نیست بگم اینجا اداریه، اونجا کتابخونه است، اونجا رستورانه. من همینجوری فضاها رو بهتون میگم. مثلا اینجا یه سری حالا کتابخونه و فضای مثلا بدنسازی و فضای ورزشی و نمیدونم فضای لابی و فضای تجاری، فضای اداری. یعنی این ساختمون کلا اداری بود ولی خب یه سری فضاهای فرعی هم داشتش که داخل این فضاها اضافه میشد، مثلا رستوران و نمیدونم پابلیک اسپیس و مثلا یه قسمت گالری و خیلی چیزهای دیگه، آمفی‌تئاتر تو اینجا اضافه میشد و حالا میخواستیم بیایم اینو نشون بدیم ببینیم چجوریه. معمولا بچه ها اینجور کارا رو داخل پلان هم انجام میدن ولی خب داخل نما و برش به نظرم خیلی جذاب تره. ببین اگر همچین کاری دارید، مثلا همسایگی دارید اینجا و حالا هر چیز دیگه ای، شما حتی اینا هم میتونید بیا پرزنت کنید. مثلا چجوری؟ مثلا این لایه که اینجا داریم ما، من این قفل اینو باز میکنم، یه کنترل جی میزنم که این جی این کپی داشته باشیم، زیری رو حذف میکنم، حالا قفلش هم میکنم اینجا که داشته باشیم به درد میخوره. این فضا رو ما داریم که میخوایم روی این کار بکنیم. الان بچه‌ها میخوایم بیایم مثل همسایگی‌ها رو فعلا نشون بدیم، یه ذره تفکیک رنگ داشته باشیم. اینجا خیلی شلوغه. میایم چیکار میکنیم؟ حسام این پالیگون لاستو تولز استفاده میکنیم. میایم اینجا شیفت رو نگه میداریم، تا آخر شیفت رو نگه دارید. اینجا اون ساختمونایی که فکر میکنید که جلوان، جلوی ساختمونتونن، یعنی جلوی دیدتونن، اینا رو به این صورت بگیرید و سلکتش کنید. مثلا من اینا دوست دارم داخل
میخوام اینا کلا مشکیشون کنم بچه ها، برای همین دارم این کار انجام میدم. اون ساخت اونا که اینجا هسته اینا یکم عقبتر از اینم، پس با اونا کاری ندارم. اینجا اشتباه رفتم. برمیگردم عقب، مثلا اینو مثلا میگیرم. اون شاید یکم عقبتر هم باشه ولی اشکال نداره، اصلا مهم نیست برام. اینجا رو میگیرم، میام اینجا، اینجا بریم. بچه ها این الان ساختمون بلند ماست دیگه. خب اینجا من میخوام، اینجا نمیخوام برش زده بشه، پس از اینجا به این صورت من رد میشم. ببینید از اینجا مثلا اینجوری تا اینجا من رد میشم که اینم من داشته باشم. اینجا حتی میتونم اینم سلیکت کنم، اشکال نداره. اینم سلیکتش میکنم. اینجا اصلا اشکال نداره که اینجوری اینقدر فاصله داریم ما، اصلا مهم نیست. سلکتش میکنم، شیفت رو همچنان نگه داشتم که خطای صاف، یعنی در واقع سلکت های صافی به من بده. اینجا یک کچولو برم بالاتر. اینجا و یه دونه هم سلکت جز سلکت ها کنم. اینا مثلا میام تا اینجا، مثلا مثلا اشکال نداره. الان ما اینو سلکتش کردیم. خب اینجا لایه درست میکنیم، روی این لایه رنگمون که مشکیه اوکیه، آلت و بک اسپیس رو بزنیم اینجا مشکی میشه، کنترل دی میزنیم از سلکت در بیاد. ببین الان یه تفکیک داریم، معلومه اونا پشتن اینا جلوان و اوکیه به نظر من، به نظر من از این لحاظ اوکی. ببین بچه ها همیشه اسم ساختمونتون رو بنویسید، کاربری ساختمونتون چیه. خب مثلا کاربری این فونت چجوریه؟ البته این مشکیه، اینو سفیدش میکنم. انگلیسی هم تایپ بکنید با حروف بزرگ هم بنویسم، بنویسید جالب میشه. ساختمان بلند، تال بیلدینگ، اینو سلکتش میکنم و فونتشو بزرگ میکنم. ببینید همچین چیزی اینجا. حالا فونتش دیگه دست خودتونه بچه ها، اصلا مهمی چه فونتی استفاده میکنید. معمولا فونت بانک کوتیک خیلی خوبه، با هوس خیلی خوبه، با هوس چرا با هوس خیلی خوبه و این با هوس، آره همین، این به نظر من فونت خیلی جالبیه. البته اگه قابل خوندن باشه، البته قابل خوندن هم هست 100%. ببین همچین فونتی اگه شما اینجا بذارید به نظر من خیلی جالبه، حتی میتونه این بزرگتر هم باشه. مثلا یک کوچولو بزرگترش میکنم به این صورت. ببینید اسم ساختمون تو بنویسید، یا اصلا میتونید همین اسم ساختمون رو بذارید پشت این، اونم به نظر من جذاب. حالا اینجا مشکیه، من اینجا میذارم که کامل مشخص بشه. بچه میری اینجا ها اضافیه، من این کراپو میزنم، اینو میکشم تا اینجا، تا اینجا میکشم، اینم اینم میکشم تا اینجا. اوکی کنترل صفر میزنم که این کامل فیت صحنه هم بشه. خب بچه از این پایین میخوایم شروع بکنیم، حجم ما اینه درسته. دو تا اینجوری خطکش میارم میذارم اینجا، میذارم اینجا، یه دیگه هم میذارم اینجا که آقا تو این راسته من فقط این نوشتار رو بذارم، از این بیرون نزنم. اینجا ما چی داریم بچه ها؟ اصلا مهم نیست که این همسایگی اینجا داریم ما، نه اصلا مهم نیست برای ما. اینجا ما یه چیز داریم،
در واقع وارد وقتی که صحنمون میشیم یه لابی داریم. خب من اینجا می‌نویسم لابی رنگش هم مثلا به عنوان مثال گفتم همیشه یا تو این تو اینجاها باشید رنگتون یا اینجا باشه یا اینجا باشه یا اینجا باشه حدودا. خب به نظرم خیلی کار جذاب میکنه مثلا همچین رنگی اینجا داشته باشیم. میرید اینجا اینجا هم میتونیم باشه. بیام اینجا یه ذره روشن‌تر، یه کوچولو روشن‌تر. اوکیه. آره این اوکیه، بنفش. اینا من بزرگترش میکنم. ببینید الان خیلی گنده است. خیلی نوشتم اون درست شده. اینم مثلا همچین نوشته ای میذارم اینجا. خب. آقا این لابی ما از اینجا شروع میشه، یعنی ورودی اون لابی وقتی که وارد میشه اینجاست. تو این بخش بچه ها ما چی داشتیم؟ اگر فراموش نکرده باشم دو تا طبقه اداری ما داشتیم و یعنی طبقات بعدی ما اداری نه ببخشید فضای تجاری ما بود. اینجا من یه فضای تجاری هم مثلا می نویسم امیدوارم درست نوشته باشم. مثلا رنگش هم میذارم یه رنگ همچین رنگی هم اوکیه. بریم بچه ها شاید الان نوشته خوب معلوم نباشه ها، شاید الان اصلا خوب معلوم نباشه. خب ولی شما میخواییم این تصویر پشت آخر سر اوپاسیتی شما کم بکنیم اینجوری این نوشته ها خودشون رو کامل نشون میدن. خب ما دوتا اینجا فضای چی داشتیم؟ فضای تجاری داشتیم که دوتا طبقه بود. مثلا دوتا اینجا میذاریم بالا به این صورت. خب که دوتا طبقه اینجا داشتیم اصلا مقیاسش که بهتون گفتم اصلا مهم نیست. فضا اصلا تو فکر مثلا طبقه مثلا اینجا نیست، اینجاست. اصلا مهم نیست واسه یعنی واسه این کارمون، فقط میخوایم مفهوم رو برسونیم به اون طرفی که داره کارمون نگاه میکنه. بچه ها این باکس های ما بیشترش فضای اداری ما بود و الان مثلا میتونیم بیایم چیز کنیم بنویسیم فضای اداری هم اینجا بنویسیم. از این یه کپی میگیرم با Alt Shift رو میگیرم اینجوری میارم بالا. مثلا یه فضای اداری هم من اینجا مینویسم. رنگش هم مثلا مشکی میکنم رنگشو. آره رنگ مشکی میکنم. فونتش هم نظرم خوبه. فونت های مختلف میتونید استفاده بکنید. حالا من این فونت رو چون دوست داشتم از همین فونت میتونیم استفاده بکنیم. البته با حروف کوچیکم هم نظرم مینوشتیم جالب میشدش. با حروف کوچیکم چون یکم ریز میشه نظرم اونم جالب میشه. خب بچه ها یه کوچولو من اینو کمش میکنم به این صورت. خب حالا نمیخوام کل این فضا اداری مثلا مشکی همینجوری مشکی بیاد بالا، کلا خیلی سیاه میشه دیگه. خب بیام به اینا دونه دونه رنگ میدم بهشون. مثلا اینو مثلا میذارم اینجا حدودن. مثلا این رنگ مثلا این الان همینجا باشه. خب اوکی این رنگ باشه بالایی. از این میام قطعه چگونه میزنم اینو برمیدارم اینو دیگه من تنظیمش میکنم. مثلا میاد رنگ آبی مثلا یکم آبی تر پر رنگ بشه که شبیه این نشه به این صورت. اینو مثلا یه رنگ
اینو میگیرم به این صورت، همچی رنگی میذارم اینجا. ببینید به همین راحتی. خب و حالا همه اینا رو شیفت رو نگه میدارم، دونه دونه اینا رو سلکتشون میکنم و اینا آلت رو نگه میدارم میبرم بالا. ببینید این فضاهای ما که اینجا هست همشون اداری هم بچه ها، همشون اداری هم. چون کاربری اینجوری بوده دیگه، بیشترش اداری بود. حالا اینا رو با فلش ها اوکیش میکنیم، اینجوری میاد اینجا. این اوکیه، یکم بره بالاتر. به این صورت میبینید من فقط دارم فضاها رو مشخص میکنم. اما ناکنید الان اومده کامل به من نشون داده که آقا اینجا واقعا یه مکعبه. اگه من عکس زیریه رو از بین ببرم ناکنید آدم متوجه میشه که اینجا یه مکعب هستش که فضاهاش کاملا برای ما اداریه. به این صورت خب مثلا اینجا مثلا یادم میاد دقیقا چه فضاهایی اینجا داشتیم. مثلا میتونیم کتابخونه بذاریم یا مثلا گالری میتونیم بذاریم، خیلی چیزهای دیگه. مثلا این کتابخونه مثلا اینجا به این صورت، مثلا این طبقه رو کلن میذاریم برای کتابخونه. حالا من یه کوچولو اینو بزرگترش میکنم به این صورت و میام اینجا یکم این حروفا رو از هم دیگه جدا میکنم بچه ها. آره با این گزینه، با این گزینه. آره الان اوکیه و رنگش خوبه بچه ها. بذارین رنگ همین باشه چون میخوام اوپاسیدیشو کم بکنم. ناکنی بچه ها الان اون طرفی که داره نگاه میکنه این کار رو متوجه نمیشه که فضاها جلو عقب. ناکنید الان به این صورته. خب الان این فضای ما این پشته خب عقبتر از اینه دیگه. خب اینو مثلا میتونیم بیایم اوپاسیتیشو کم بکنیم. ناکنید اوپاسیتیشو اینجوری کم بکنیم که پشتش مشخص بشه که معلومه که این پشته. خب و از این دوباره مثلا میتونیم کپی بگیریم بریم بالا و حالا بیارم این بر. من این کلمات اینجا رو حذفشون میکنم، ری فقط بمونه. این ری رو میذارم اینجا به این صورت. حالا یه ذره کوچیکتر هم میتونه بشه برازم یک کوچولو. پنجاه و شیش اوکیه، اینو میزنم پنجاه و شیش. او خیلی کوچولو شد. خوبه اوکیه حله. حالا از همین باز الان احساس میکنم که این میزم رو پنجا. آره الان عالیه، اینم روی پنجا. اوکیه خب ببینید بچه یه دفعه این عکسم این دستم خورد روی این خونه. ببینید یه دفعه میاد بیرون ولی اینجا ما اینو سیو داریم. حالا یه باری من اینجا سیوش کنم، اینو سیوش کنم این موقع دوباره نپره بیرون. خب اینجا ما اینو داریم، اینو میایم دوباره آلت رو نگه میتونیم کپی میکنیم میاریم اینجا. این چه حسنی داره ناکنید؟ احساس میکنید این لایبرری زیر اینه و این فضا روه. به نظر من نکته جالبیه. الان خوبه. خب مثلا اینجا مثلا دیگه چه فضایی میتونیم داشته باشیم؟
اینجا مثلا میتونیم یه فضای فروشگاهی هم داشته باشیم. فوندش هم اوکیه بچه ها. آره اینو میارم اینجا که R و E بیفته اینجا، و حالا از این من کپی میکنم میبرم بالا، و این چند تای آخری من حذفش میکنم اینجوری که این برای من بیاد اینجا. Alt رو نگه میدارم میارم پایین به این صورت. میبینید خیلی راحت الان ما اینجا داریم اینو. حالا اینجا دوباره دیگه چی میتونه باشه؟ مثلا من اینا از خودم دارم میگم، ما مثلا اینجا میتونیم بیای یه فاز کافی هم مثلا اینجا داشته باشیم به این صورت، یه فاز کافی اینجا باشه، مثلا یه فاز کافی دیگه مثلا بره بالا. خب الان فکر کنم اوکیه، یه سیوش هم بکنم. مثلا به عنوان مثال این فضا کلن مثلا میذاریم این فضای چی؟ میذاریم فضای مثلا رستوران. دوباره فارسی نوشتیم. راحتی یعنی فونتش تغییر کرده. حالا رنگش من اینجا مثلا یه رنگ قرمزتر میذارم که حداقل یه کوچولو تغییر بکنه، و اینا میذارم روی همون فونت باهاوس. عالیه. حالا اینو میارم اینجا و اینو کنترل تی میزنم بچه ها، اینو هم میچرخونمش، شیفت رو باهاش میگیرم که درست بچرخه. و حالا اینجا یه نکته مهم اینو من کوچیکش میکنم که لب به لب این بشه، میارم مثلا اینجا. حالا این بچه ها اینجا ما یه فضای بزرگی داریم، نمیتونیم اینو کوچولو مثلا با این عرض بذاریم اینجا. میایم اینجا و این عرض اینو من بیشترش میکنم. یه اینم طولش رو یکم اینجا من بیشترش میکنم، مثلا بیام تا اینجا. عالیه. یه ذره فونتش، خب یه ذره کوچولو ناخوانا شاید باشه ولی فونت جالبیه. مثلا این فضا رو که اینجا داریم مثلا به عنوان مثال میتونیم بذاریم، اصلا من کپی میکنم یه فضای لابی هم مثلا اینجا داشته باشیم. این هم اصلا بیرنگ بنفش چطور بود بچه ها؟ این رنگ بنفشی که اینجا داده بودیم به این اینجا، همینو من میام اینو میذارم رو این، اینو برمیدارم. لابی بود دیگه، لابی ها شبیه هم بگن. و حالا اینو میام حروفش از هم دیگه جدا میکنم. اینا خب یه سری ترفندهای باحالیه. با یک با اینه کم و برید با اینا یه ذره بازی کنید با اعدادش، چیزای جالبی میدونه کنید. یه دفعه اینو جدا میکنه از هم، اینو یکم بزرگترش کنم. مثلا اصلا شاید اینجا اصلا لابی نباشه ولی من همینجوری لابی مثلا دادم اینجا. اوکی ناکنید همچین چیزی ما اینجا داریم. مثلا این گوشه که نصف فضاش اون پشته، مثلا میتونیم به عنوان هتل یا گالری مثلا داشته باشیم اینو. مثلا بنویسم
هتل اند هری. میدین چون یکم کوچولو بودین یکم درازترش کنم اینو، اینا رو اصلا میگه فاصله بدم به این صورت و حالا اینجوری. مثلا اینم یه رنگ حالت زرد بگیره فکر کنم خوب باشه. این رنگا رو دیگه کامل اون بهتون دیگه توضیح دادم دیگه جلسات قبل، دیگه کامل با رنگ شما آشنایی دارید. کنترل تی میزنم اینو میچرخونم بیاد اینجا. نکنید خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. اینو من یه کوچولو کنترل آ میزنم اینو یکم جمع ترش میکنم، از اینجا میکنم، از عرض هم یکم کمترش میکنم. الان خوبه، با این فلش رو یکم جابجاش میکنم الان خیلی خوبه. مثلا با عنوان مثلا این بالا هم یه روف گاردن داریم، مثلا این من کپی میکنم میارم اینجا روف گاردن. رنگش هم رنگ بذاریم همین باشه، فقط اوپاسیدی شما کم کنم چون یکم عقبه دیگه. اوپاسیدی شما کم کنم یکم یعنی در واقع رنگش کم رنگ تر بشه، رنگ توسی تر بشه و اندازش هم یکم کوچولو میکنم میارم اینجا و میذارم اینجا. مثلا میبینید خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید و خیلی داخل کارتون تأثیر میذاره. این قسمت بالا ما یه هلیپد گذاشته بودیم فکر میکنم داخل این استوری که ببینید. نگاه کنید بالای ساختمون، آها اینجاست، نگاه کنید یه هلیپد اینجا من گذاشته بودم. اینا مثلا میتونید بیا اسمش رو بنویسید. من مثلا کپی میکنم این بالا مثلا یه هلیپد بنویسید اینجا، هلیپد به این صورت. تیکشو بزنم والا رنگش هم مثلا میتونیم بیایم یه رنگ دیگه ای بذاریم که از اونا تفکیک تر بشه. این رنگ فکر کنم خیلی خوبه. اینو من کلیدش میکنم، این حروف هستم دیگه یکم جدوترش میکنم که کامل اینجا رو بگیره چون این طبقه بالا کاملا هلیپده و میان سوار میشن و میرن. خب الان من نظرم اوکیه. ببینید بچه خیلی ساده، فقط فضا رو چیدم. حالا اینجا چند تا نکته، این که شما بیاید صفحه های افقی خودتون رو توی نما و برش ها صفحه هایی که افقی هن رو پر رنگ تر کنید. این قسمت بالای بالا یه لایه من درست میکنم که برای این کار، خب و یه براش برمیدارم، براش هم همین دایره و با یه زخمات کوچولو آلت رو نگه داشتم کم و زیاد کردم و اینم تا آخر پایین باشه. کلی راستم نگه دارید که این اعمال بشه. نگاه کنید به این صورت داریم. اینو من مشکی رنگش میکنم، اینو میزنم اینجا شیفت رو نگه میتونم یه دونه دیگه میزنم اینجا. خب ببینید الان برای ما این کشیدش، میبینید کامل اینجا برای ما اینو کشید. البته این یکم اپاسیتیش فکر می‌کنم کم باشه،
اوپاسیتی که این داره من احساس میکنم که خیلی کمه. ببینم، نه این الان اوکیه. یه ذره من بزرگترش میکنم بچه، میذارم اینجا و یه دونه میذارم اینجا. اوکیه، یه دونه اینجا میذارم، یه دونه میذارم اینجا. کم رنگ هم باشه اشکال نداره. اینجا و اینجا این صفحات و افقی درست کنی. ببین بچه اینجا هم نوشته بذاریم ها، مثلا اینجا میتونیم نوشته باشه، فضا خالیه دیگه، نوشته میتونیم بشه باشیم. اینجا یه دونه دیگه مثلا خط میذارم اینجا. اینجا دیگه افقی نداریم، اینجا مثلا افقی داریم، اینجا مثلا اینجا یه دونه اینجا کلیک میکنم، شیفت رو نگه میدارم، یه دونه اینجا کلیک میکنم. اینا باز خلاقیت خودتون. حالا من یه روش رو گفتم که بدونید دستتون خیلی آزاده. مثلا میتونید بیاید فضاهای عمودی رو اصلا این کار رو انجام بدید، هیچ اشکالی نداره، هیچ محدودیتی نداری بچه ها. مثلا نمیتونم به شما بگم که دیاگرام زدن همچین اصولی داره، مثلا اصول خاصی نداره، اون خلاقیت شما سمش. مثلا اینجا رو مثلا میتونیم به این صورت بیایم درست کنیم، رای که کوچولو کت شد. اگه میخواید خیلی صاف بشه میتونید این خط کشو بیارید بذارید اینجا، اینم بیارید بذارید اینجا. با کلید کنترل آر میاد، نکنید کنترل آر رو بزنید میاد. ما اینجا یه چند تا میذاریم که داشته باشیم. به این صورت یه خط کشی دیگه میارم، مثلا میذارم اینجا اینجا، به همین راحتی. حالا این خط کشی رو میتونید دیگه بندازید بالا. ببینید خیلی راحت اینجا دارید. حالا این زیریه رو، عکس زیر رو من خاموش میکنم خب، و یه رنگ سفید میندازم اینجا، یه رنگ سفید اینجا، نه اینو میذارم ببخشید، یه رکتنگل من اینجا میکشم به این صورت و رنگش رو سفید میکنم. مشکی البته خیلی جذاب میشه و اینو میارم زیر لایه این، زیر لایه این. الان اوکی. ببین بچه چقدر خوب شد، خیلی قشنگ اون داره نشون میده که فضامون چه در واقع کاربری داره و اون شکل ساختمونمون کامل هست. حالا اگر میخواید کارتون جذابتر بشه این رویه رو روشن بکنید خب، و حالا اوپاسیتی رو کم بکنید. ببینید اوپاسیتی اینو ببخشید، اینو بگیرم، اوپاسیتی اینو من کم کمش میکنم که حتی اون سایه ها رو ما اینجا داشته باشیم. به نظر من خیلی جذابه. حالا این همسایه ها هم میتونید بیا بنویسید، مثلا بنویسید همسایه ها. همسایه ها چی میشه به انگلیسی؟ میدونم که شما میدونید ولی من نمیدونم. همسایه ها میبندمش. مثلا اینو من میارم اینجا، روش کلیک میکنم، اینو میگیرم، کنترل وی میزنم که اون بیاد جای این، و رنگش مثلا میزنم رنگ سبز بکنم، نذاشتم اصلا، رنگ سبز میزنم، همسایه ها سبز بشن. مثلا اینجا میتونیم چند تایی بذاریم. ببین چقدر جالب میشه نوشته ها این پایین هم باشه، خیلی به نظر من جذابه. لازم نیست توی یه خط باشن، اصلا مهم نیست، همین جوری خودتون هر جوری که دوست دارید بذارید. مثلا این میتونه بیاد بالا، مثلا بذارید اینجا چند تا، اینو بذارید اینجا، اینو بذارید اینجا، مثلا اینو بذارید اینجا خب. و حالا
شیفت رو میگیریم اینا رو سلکتشون میکنیم به این صورت. خب اوپاسیتی اینا رو کم میکنیم، میبینید اوپاسیتیشون کم کردیم و پشتن دیگه، انگار واقعا پشتن. یه دونه مثلا میذاریم اینجا، همین ریزه کاری کارتون رو قشنگ میکنه به نظر من. و حالا میتونید بیاید چیزم بذاری بچه ها، میتونیم بیم یه خورشیدم بذاریم، خورشید معروفمون که الان دیگه همه تون یاد گرفتی چجوری میذارن، اون رو هم آلت و شیفت رو نگه میدارم که یه دست به ما بده اینو، و اینو میذارم رو هارت نان و رنگش رو مشکی میکنم کامل و به صورت خدچین و استروکش رو زیاد میکنم به این صورت. مثلا میذارم این بالا، یه کپی ازش میگیرم و حالا این گزینه رو میزنم، گزینه که سلکت میکنه این حالت پنتول ما رو، و حالا اینو میام میذارم رو نان، و حالا این رو میام میذارم رو چی؟ میذارم روی رنگ زرد به این صورت. یه دونه حالا دوباره بذار یه رنگ یه ذره تیره تر میخوام، این خوبه، این خیلی خوبه. از این من یه آرتو میگیرم، کپی میگیرم میارم اینجا، اوپاسیتیشو کم میکنم، خب تو این لایه ها میندازم زیر کل اینا که بیاد اینجا به این صورت داشته باشیم اینو. اینا یه سری خب جلوه های کاره. یه دونه من پنتول برمیدارم روی این لایه وا میستم، حالا هر لایه که دوست دارید. از اینجا مثلا میگیرم میذارم اینجا، اینو رو نان میذارم، اینم میذارم روی رنگ مشکی، یه کوچولو ها خیلی کم بهش استروک میدم. خیلی خوبه. حالا میتونیم این بیاد بالا مثلا، یا اصلا میتونیم بره پایین، پایین باشه من از هم بهتره. میبینید خیلی جالبه. اوپاسیتیش هم یک کم کم میکنم به این صورت و همین. حالا یه ترفند آخرش هم بهتون بگم، پنتول رو برمیداری بچه ها، میاییم اینجا و این همسایگی ها رو اینجا میبینید. خب این شما همین جوری بیاید دور اینا رو بگیرید، اصلا هم مهم نیست که خطا داشته باشید. اینجا اینجا الان چون این قسمتش اینجا تون رو اینه، این حرکت رو میزنه، اینو هم بزنم روی رنگ مشکی و خط چینش کنم، یک کوچولو بهش استروک بدم درست میشه. میام اینجا اینجا مثلا، حالا شما صاف بکشید چون من دارم با عجله میکشم، یکم شاید کج بشه. اینجا بیاد اینجا بیاد اینجا بیاد و این بره بالای بالا، بیاد اینجا. این هم یه خطکش میارم میذارم رو این که دقیقا روبروی میده، چون اینجا مهمه برای ما. یه دونه میذارم اینجا، اینجا باشه و نه دیگه، با سلیقه‌ایه، دوست دارید بذارید اینا رو، دوست داریدم اصلا کلا نذارید. استروکش من زیاد میکنم به این صورت. یه همچین چیز اینجا داریم. حالا من این خطکشا رو بردارم که یکم خلوت‌تر بشه اینجا،
ببین همچین چیزی اینجا داریم. حالا میام اینو، من اینو کمش میکنم، شیپر رو این در واقع اوپاسیتیش کم میکنم که خیلی کم. آره الان اوکیه، خیلی جذاب میکنه کار رو، واقعا داخل کارمون خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. حالا با اوپاسیتی این عکس پشتمون رو میتونیم کمترم بکنیم، همش به سلیقه شما بستگی داره. ببین چقدر خوب شد. مثلا اینجا شما زوم بکنید اینجا به این صورت، خیلی کارتون رو خوب و جذاب میکنه. حالا میتونید بیاید اینجا درخت بذارید، اینجا پر درخت بکنید. اینجا من درخت داشتم چون فضای سبزم داشتم داخل ساختمون، ولی نذارید معمولا چون که خیلی شلوغ میشه. مثلا داخل این عکس ها ببینید فقط نوشته است بچه ها، فقط نوشته، اصلا پرسوناج اینو زیاد نکنید، فقط نوشته است. دقیقا همون کاری که من کردمه، نکنید، خیلی خوبه. حداقل توی پروژتون واسه یک نماهاتون همچین کاری انجام بدید، همچین کاری انجام بدید، خیلی تأثیر داده خواهد. نکنید یه نما رو همچین کاری انجام بدید و تمام، خیلی کارتون رو جذاب میکنه به نظر من. و حالا اینم میتونم با سیوش بکنم. حالا رنگ پشتشم دیگه زیاد حالا ادامه ندم که خسته شدید. رنگ پشتشم مثلا میتونم بیام مشکی کنم، نگاه کنید چقدر خوب شد، مثلا رنگ مشکی بشه کاملا این زیریه، چون حالا روی اینه این یکم رنگش کم میکنه. حالا رنگای دیگه مثلا یه همچین رنگی اینجا مثلا داشته باشی دیگه. این همش بچه ها سلیقه شماست، کار شماست و نسبت به اون کاربری شما. حالا نمیدونم حالا کاربریاتون چیه، میتونید رنگاتون رو انتخاب بکنید و داخل کاراتون به نظر من خیلی خیلی میتونه تاثیر داشته باشه و کاراتون رو جذاب بکنه. خب بچه ها مرسی که تا آخر ویدیو با هم بودید و ویدیو رو تا آخر نگاه کردید و لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. مرسی از همتون، فعلا خدا نگهدار.